درود به همه بیننده عزیزم، آدیان هستم. با آشپزخونه خودتون خوش اومدین. امروز دوباره برگشتیم با درست کردن یه حلوای متعود خوشمزه به نام حلوای انگوش پیچ بوشهری. با من همراه باشین با ادامه ویدیو. برای شروع کار باید شهد این حلوا رو درست کنیم. یک پیمانه شکر داریم، یک پیمانه آب و دو تا دونه هل که باید گوشای هل رو باز کنید و اضافه کنید. زیر حرارت رو روشن می‌کنیم و می‌ذاریم شکرمون حل بشه و ادامه کار رو با هم دنبال میکنیم. بعد از اینکه شکر حل شد، نصف قاشق چایخوری زعفرون پود شده داریم اضافه میکنیم و همینطور نصف پیمانه گلاب. شهد رو مخلوط میکنیم، زیر حرارت رو خاموش میکنیم و میریم که با هم ادامه رو دنبال کنیم. تو این مرحله یک پیمانه آرد داریم، میریزیمش داخل یه تابه و شروع میکنیم به تفت دادن آرد تا خامی آرد گرفته شه. بعد از اینکه رنگ آرد کمی تغییر کرد، یک پیمانه روغن مایع داریم به همراه 50 گرم کره که تو این مرحله اضافه می‌کنیم و همچنان به تفت دادنمون ادامه میدیم تا رنگ آردمون طلایی رنگ شه. خب به درجه رنگی که من میخواستم این حلوا در اومده. اگر دوست داشتید میتونید آرد رو بیشتر تفت بدین تا رنگش تیره تر بشه و مشکلی نیست. تو این مرحله شهدی که داریم رو اضافه میکنیم و کل موادمون رو مخلوط میکنیم. در اصل بافت این حلوا شله و بافت سفتی نداره، شبیه به فرنیه. تا زمانی که مواد حلوا خودش رو بگیره هم زدن کفایت میکنه و زیر حرارت رو خاموش میکنیم. در پایان باید بافت حلواتون به همین صورت که دارین میبینین باشه. دوستان عزیزی که تا به الان طرز تهیه حلوای پنیری ترکی رو ندیدین، ویدیوشو همین بالا براتون قرار دادم. حالا حلوامون رو داخل ظرف مورد نظر میریزیم و پایان کار با هم میبینیم. بیننده عزیزی که برای اولین بار دارین ویدیو رو تماشا میکنین، برای حمایت کردن از کانالم سابسکرایبش کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید روی شکل زنگوله کلیک کنید. بیننده عزیز، اینم از حلوای انگوش پیچ بوشهری ما. بسیار راحت و آسون و با مواد اولیه‌ای که توی منزل دارین درست میشه. حلوا رو به هر صورت که دوست داشتید میتونید تزئین کنید. برای سطح حلوا میتونید از پودر بادوم و پسته استفاده کنید که اینجا من از پودر گردو استفاده کردم. به همین راحتی که دیدید میتونید یه حلوای متعود خوشمزه توی منزل درست کنید. بعد از اینکه درست کردین و میل کردین، یادتون نره که کامنت بذارید و نظراتتون رو به اشتراک بذارید. در پایان ویدیو براتون 4 نوع از انواع حلوایی که تا به الان آموزش دادم رو قرار دادم، حتما تماشا کنید. مثل همیشه لایک و به اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.